تهران حرکت کردیم رسیدیم به رشت ما حدود 300 کیلومتر 300 کیلومتر ولی فضای الان آزاد راه دیگه راحت الان میاد قدیم هم همینطوری بود اومدن از تهران نه دیگه حدود هم از اواخر سال 88 بشینیم بس خب از اواخر سال 88 تقریبا این مسیر باز شد البته 11 کیلومتر 11 کیلومتری هستش که سمت رودبار هنوز منقطع مسیر یعنی تو شهر رو برمیگردیم که مسیر هستیم این تصاویر بسیار زیبا و جالبی که دیدین و مشاهده کردین مرتبط میشه به یکی از شهرهای زیبای ایران زمین در خطه شمال در استان گیلان و مرکزیتش شهر زیبای رشت هست که ما قرار این شهر رو بهتون معرفی کنیم یک فضاهای بسیار زیبا و دیدنی داره شهر رشت برای همین اعضای دکتر ثابت قدم که از سادات بسیار خوب شهرستان هستن قرار دعوت کردیم برای اون بگن اصلا رشت کجای ایرانه و چه جایگاهی داره و چه زیبایی هایی عرض کنم که تشکر میکنم از شما همکارانتون و کلیه بینندگان عزیز که به نوعی پای صحبت بنده هستند و خوشحالم از این که امروز داریم استان گیلان و شهر رشت رو با جاذبه هایی که به لحاظ طبیعی و انسان ساخت داره شما معرفی میکنید هوا اینجا خیلی شرجیه من اینجا نشستم کنار شما یه جورایی به قول معروف اون گرمای اسمونه ولی شما خیلی راحت نشستین ریلکس کنار من خیلی راحت نشستین و مثل من اینقدر چیز ندارین آب و هوای رشت همیشه همینطوریه طول سال نه واقعیتش امروز جزو روزهاییه که به واسطه بارندگی که دیروز ما داشتیم که تقریبا 180 درجه مخالف وضعیت امروز بود شاید این باستاب اون رفتار هست کلا هوای گیلان خب مثلا من معتدله معروف معتدل گیلان خب یک خاصیتی داره که اقلیم ششگانه برش حاکم هست و به خصوص این اقلیم وقتی که شما با وسعتش میسنجید میبینید که در یک کم وسعت بسیار کمی این موضوع داره اتفاق میفته که دریا، جنگل و کوه رو شما تقریبا با هم دارید و حدود 75% اراضی استان منابع طبیعیه یعنی اینکه یا جنگله یا اراضی متعلق به منابع طبیعیه و اگرچه توش زیستگاه هم هست اما این زیستگاه عمدتاً خیلی متمرکز در حوزه شهریه خب توزیع جمعیت در استان گیلان یک توزیع متوازن هست ولی در یک نقطه‌ایش نیست یه دیگه حدود 2.5 میلیون شهرستان استان گیلان شهر رشت به لحاظ جا به جای صبح و شبش متفاوته یعنی در شبها رشت به حدود 750,000 نفر جمعیت میرسه و در صبح ها به واسطه اون فاصله کم جغرافیایی شهرهای اطراف حتی دورترین شهرهای استان ما جمعیتمون به واسطه کار و خدمات به حدود 1 میلیون نفر میرسه شهرهایی که نزدیکن خب در بخشهای اطراف خود داخل شهرستان ما چند تا بخش اصلی داریم که منطقه کوچه اصفهان هست به سمت شرق منطقه سنگر هست به سمت شرق و به یه اندازه جنوب شرق و منطقه لشتنشاه هست تقریبا شمال شرق و خمام شمال که بخشای اطراف شهر رشت هستن من یه سوال بپرسم ازتون چرا به اینجا میگن رشت؟ کلمه رشت از کجا اومده؟ خب در دوره شاه عباس صفوی این منطقه که یک اراضی جنگلی بود که محوطه گلان توش نشستیم بخش از اون اراضی جنگلی باقی مونده است و سعی ما برای اینکه این فضا رو احیا و نگه داریم فضاهای این چنینی در سطح شهر در موقعی شکل گرفت که دو منطقه‌ای به نام بیه پس و بیه پیش یعنی در شرق و غرب گیلان شکل گرفته بود اون چیزی که لاهیجان و فومن امروزی است و در مسیر مبادلاتی بین این دو نقطه در شرق و غرب رشت در بینشون قرار داشته و اتفاقا به لحاظ توپوگرافی و ارتفاعی پایین‌تر بوده که در حقیقت یک جور حالت عمق بیشتری داشته نسبت به اطرافش برای همین
به خاطر این پستی و عمقی که درش قرار داشته به نام رشت بده. رشت معناش در حقیقت همون پستی هست، همون پست زمین و در رشت در حقیقت هست که به معنای بله پست هست. هرچی از رشت بگیم و شما بشنوید کمه، بهتر از در قالب تصویر زیبایی های رشت رو ببینید. بریم و آنچه که مرتبط به این سرزمین بسیار زیبا و آباد میشه رو ببینید. برمیگردیم با تاریخچه کهن این منطقه بهتر و بیشتر آشنا بشید. شما ریشه در چه زبانی داره؟ عرض کنم که خب منطقه خود رشت بیشتر مبتنی بر همون بافت جلگه‌ای هست که گویشش حاکمش بیشتر گیلکی است، ولی خب مناطق اطراف به خاطر همون ارتفاعاتی که فرمودید و حالا مهاجرت‌هایی که در طول زمان رخ داده از گویش‌های متفاوت آذری، تالشی و حالا ترکیبی از همه گویش‌ها استفاده می‌کنن، چون اونجا هم کردها مهاجرت داشتن در طول تاریخ، هم آذری زبان‌های ما و هم حالا مناطق دیگری که در کشور حضور داشتن و حالا به دلایل تاریخی و بیشتر سیاسی انتقال پیدا کردن و یا اومدن به گیلان. اما این گویش گیلکی در طول زمان خودش یه زیرشاخه‌ای پیدا کرد، شما طوری که گیلکی رو وقتی به سمت شرق می‌رید با یه لهجه‌های جدیدی ممکنه روبرو بشید، یا به سمت شرق گیلان که میرید، غرب و شرق و هر طرف دیگه که میرید واژگان مقدار متناسب با اون باز هم نوع اقلیم و خیلی از موضوعات دیگه در چرخش دهان برای بحث انواع اعرابی که برای کلمات به کار میگیرن متفاوته. ما شمال و جنوب ایران رو دریا میبینیم، خب خلیج همیشه تا ابد فارس که در جنوب کشور قرار گرفته و با کشورهای عربی مثل امارات و کشور عربی در ارتباطیم، در شمال دریا یا دریاچه خزر رو داریم. ارتباط شما با چه کشورهایی است اون سوی دریا؟ ما 5 کشور رو در حاشیه دریای خزر داریم که حدوداً 400 میلیون نفر جمعیت در این 5 کشور مستقر هستند. عقبای تاریخی معقولی رو با اینها داشتیم و منطقه آذربایجان، روسیه و سایر کشورهایی که شاید از ما دورتر باشن و میتونیم ما با اونها ارتباط داشته باشیم. فکر میکنیم که نیازه که این مراودات چون دیر ریشه های تاریخی هم داره بیشتر بشه و اون در تبادلات فرهنگی منتج به تبادلات حتی اقتصادی هم بشه. مشترکات فرهنگی زیادی ما داریم، به ویژه در حوزه هنر که مزیت نسبی ما هم هست و این ارتباط رو میتونیم در اون طرف هم بشه اندام. با زبان و لهجه و گویش بسیار زیبای گیلکی بینندگان ما دعوت کنیم بیان درش. خوشحال بم که مردم عزیز کشور من تشریف فری در استان گیلان و شهر رشت هم ازشان پذیرایی بکنیم و در خدمتشان بیستیم. در ادامه رشت شناسیمون میایم به جایی که نام و آوازش یه جور متعلق به همه ایرانیان هست. درسته که قهرمان‌های زیادی در کشور پهناور ایران زیستند و نامشون همیشه استوار و جاودان بوده. یکی از این نام‌هایی که همیشه باعث افتخار ایران و ایرانی بوده میرزا کوچک خان جنگلیه که به میرزا کوچک معروفه. مقبرش دقیقاً در مرکزیت شهر رشت هستش و این اثر ارزشمندی که تماشا میکنین متعلق هست به میرزا کوچک جنگلی. میخواییم بریم بالای سر مقبره و آرامگاه این بزرگمرد ایرانی و ببینیم که روی سنگ مقبرش چی حکاکی شده.
اینجا خانه یونس ملقب به میرزا کوچک جنگلی است. خوش آمدید. بفرمایید. اینجا خانه پدری یا موروثی میرزا کوچک جنگلی است. در محله استاد سرایی که از قدیمی ترین محله های شهر رشت که شما وارد می شوید. البته خانه میرزا در سال 1381 تخریب شد و دوباره با مصالح جدید بازسازی شد 84. پایین رو ما اسناد و مدارک دوران نسل جنگل رو قرار دادیم و در بالا اومدیم نمایشگاه های ماهیانه که اول هر ماه تا سیوم اون ماه هست رو چکار کردیم؟ برگزار کردیم. البته اینم خدمت شما بگم که ما در پایین اسناد و مدارکی از نهضت جنگل که عکس یاران میرزا و عکس عزیزانی که با میرزا همراهی داشتن رو سعی کردیم جمع‌آوری کنیم و در این مجموعه قرار بدیم. در اتاق اول ما سعی کردیم ادوات جنگی و عکس‌های از دوران نهضت جنگل رو به نمایش بذاریم که اینها ادوات جنگی همون دوران هستش که جنگلی‌ها و یاران میرزا استفاده می‌کردن. البته چند نمونه از عکس‌های تکی و عکس کسی که سر میرزا رو به بریده ما اینجا سعی کردیم به نمایش بذاریم که رضا اسکستانی بود. چند نمونه از عکس‌هایی رو که از یاران میرزا هم بوده رو در اتاق اول دوم سعی کردیم همه رو ما به نمایش بذاریم. خواهش می‌کنم تشریف بیارید اتاق دوم که ما یک سری اسناد و مدارک مربوط به همون دوران رو دوباره خدمت شما ارائه بدیم. البته این رو باید خدمت شما عنوان کنیم که تمام عکسایی رو که در این موزه شما مشاهده می‌فرمایید همه عکسایی هستش که فقط بزرگ نمایی شده و همه عکسای اصلی بوده که ما فقط سایز اونها رو چکار کردیم اینجا بزرگ نمایی کردیم برای مشاهده بهتر. به غیر از عکس ها ما از اسنادی هم که مربوط به همون دوران هست مثل پاکت‌های سانسور شده ای که توسط قوای روسیه و یا انگلیسی ها سانسور میشد، تلگراف ها یا حتی اسنادی از همون دوران رو سعی کردیم جمع آوری کنیم. برگه های تلگراف و پاکت نامه هایی رو که خیلی از افراد و یاران میرزا با میرزا و یارانش در ارتباط بودن رو ما اینجا چکار کردیم به نمایش گذاشتیم. البته یکی از موضوعات خاص همین اتاق دوم مرامنامه نهضت جنگل هست که قرار بود قانونی که در اون زمان در از نظر مدنی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه اجرا بشه رو ما چکار کردیم به نمایش بذاریم. خیلی جالب هست که بدونیم که در دوران نهضت جنگل ما تمرهایی رو داشتیم به نام پست انقلابی ایران که ما سعی کردیم در اینجا یک سری از این تمرها رو که به شکل صفحه‌ای هست رو به نمایش بذاریم. البته یک نکته اینجا هستش که ما در سال 1300 تا سال 1158 کمتر کسی اجازه داشت در رابطه با میرزا و شخصیت ایشون و در رابطه با نهضت جنگل بخواد صحبتی یا نوشته‌ای داشته باشه. اتاق سوم اتاقی هستش که ما اسناد رو دوباره بازنویسی کردیم. یعنی یک دوستان عزیزی که اینجا تشریف میارن زمانی که این اسناد رو مشاهده میکنن این خواندن این خطا براشون یک ذره سخت است. ما اولین کاری که کردیم اینها رو دوباره بازنویسی کردیم که این اسناد راحت‌تر برای اینها مطالعه بشه، بتونن مطالعه کنن. که ما در اتاق سوم فقط اسناد نهضت جنگل رو قرار دادیم و خیلی جالب هستش که این اسناد همه اسنادی هستش که مربوط به همون دوران نهضت جنگل هستش. البته در اتاق چهارم اگر شما بخواید تشریف بیارین مسلماً باز با اسناد یا مدارکی از دوران نهضت جنگل مشاهده می‌کنین که اینجا ما سعی کردیم که چکیده‌ای از دوران نهضت جنگل رو اون چیزی که اتفاق افتاد از اردیبهشت 1292 هجری شمسی تا 11 آذر 1300 که شهادت میرزا کوچک جنگلی بود رو خیلی راحت برای مشاهده قرار بدیم که خواننده یا بیننده‌ای که تشریف میارن اینجا خیلی راحت با مشاهده
سال به سال این وقایع خیلی راحت دقیقاً میتونن مشاهده کنن که دکتر حشمت در 1298 در اردیبهشت ماه 22 اردیبهشت ماه به شهادت رسیده. یعنی ما چکیده تاریخ نسل جنگل رو در این تابلو قرار دادیم. البته نسل جنگل نقطه های تاریکی داره و اون هم به خاطر اینکه خیلی از اسناد مدارک توسط روس ها و یا اجانب از بین رفت و یا غارت شد. اما در طبقه بالای خانه میرزا کوچک جنگلی ما 4 بخش رو برای عزیزان دیدیم که قسمت اول اسناد و مدارک دوران نسل جنگل هست که دوباره ما اینجا کردیم، اینجا بزرگ نمایی کردیم، و در قسمت دوم طبقه بالا ما اومدیم وسایل مردم شناسی رو که این وسایل زمانی در خونه های ما گیلانی ها یا ایرانی ها استفاده می شده رو چکار کردیم؟ جمع‌آوری کردیم، اینجا گذاشتیم که مثل جعبه های چایی یا وسایلی که خوراک پزی بودن یا وسایلی که ما حداقل در آشپزخونه های مادر بزرگان ما بوده رو چکار کردیم؟ جمع‌آوری کردیم. در اتاق اول طبقه بالا ما یک سری وسایلی گذاشتیم که مربوط به سفره عقد دوره قاجاری هست، و در اتاق دوم ما یک سری وسایلی که مربوط به اوزان هستش که این وسایلی که مربوط به اوزانه مربوط به محصولات گیلان مثل ابریشم، چایی و برنج که از محصولات مهم استان گیلان محسوب میشه رو ما این ادوات رو اینجا قرار دادیم. در رابطه با میرزا و نهضتش صحبت‌های خیلی زیادی میشه عنوان کرد و در این زمان خیلی کوتاه ما نمیتونیم در رابطه با شخصیت میرزا و این نهضت صحبتی داشته باشیم. اما چرا ما به یونس میگیم میرزا کوچک؟ اسم پدرش بود میرزا بزرگ، به همین خاطر ما به میرزا میگیم میرزا کوچک جنگلی. امیدوارم از این بازدید گوشه ای از تاریخ ایران و نهضت جنگل آشنا شده باشید. از منزل میرزا کوچک جنگلی و موزه بسیار زیباش فاصله میگیریم، برمیگردیم دوباره به آرامگاه ابدی این بزرگ مرد ایران زمین. و در واقع میشه گفت که روی سنگ آرامگاه که من میخوندم نوشته به ندای اسلام به پا خواست و انعکاس صدای مظلومانه مستضعفان ایران را در تنین قررش گلوله ها به گوش جهانیان رساند. ولادت میرزا کوچک در سال 1257 هجری شمسی و شهادتش 1300 هجری شمسی هست. حدود 94 سال از شهادت میرزا کوچک جنگلی میگذره، ولی نامش برای همیشه زنده است. میخواییم باز هم توی شهر رشت بمونیم و بریم جاذبه های دیدنیش رو مرور کنیم. موزه های مردم شناسی و دیرینه شناسی، پارک های بسیار زیبا و دیدنی که توی شهر رشت هست و همونطور که گفتم مردمان مهمان نواز و خونگرم. شما هم همراه ما بیاین سفر به استان گیلان، شهرستان رشت و با این جاذبه ها آشنا بشید.